بسم الله الرحمن الرحیم کتابخانه مسجد اعظم به امر مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی تأسیس شد ابتدا برنامه برای کتابخانه مسجد در ساختمان پیش بینی نشده بود و مرحوم آیت الله بروجردی نظرشون این بود که کتابخانه مستقلی را برای حوزه تأسیس کنند ولی بعد نظر تغییر کرد و بنا شد که این کتابخانه در مسجد باشه و از جاهایی که در مسجد بنا شده بود و ساخته شده بود محل قبلی کتابخانه در زل غربی در نظر گرفته شد که اگرچه جا محدود بود ولی اون زمان برای مقدار کتاب موجود کفایت میکرد به امر ایشان مرحوم آیت الله آقای ها ابوالقاسم دانش آشتیانی ایشون متصدی کتابخانه شدند و قرار بود در نیمه شعبان 1380 قمری این کتابخانه افتتاح بشه ولی عملی نشد که سالت مرحوم آیت الله بروجردی پیش آمد و بعد هم فوت ایشان و نهایتا در 27 شوال 1380 یعنی تقریبا بیش از ده روز بعد از فوت ایشان کتابخانه افتتاح شد به وسیله مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد حسن تباتبایی بروجردی آزاده ایشان که متولی وقت مسجد و کتابخانه بودند شعرا هم اشعاری که سرودند در تاریخهای مختلف هست هم برای نیمه شعبان و هم برای افتتاح بعد مرحوم آیت الله آشتیانی از شخصیت های بسیار وزین و مورد توجه در حوزه بودند مورد اعتماد اعاظم و مراجع عصر بودند و حقاً ایشون در مدت طولانی تا سال 75 75 به اصطلاح شمسی تلاش زیادی رو در ارتقاء خدمات رسانی کتابخانه انجام دادند کتابخانه مسجد ابتدا با حدود ده هزار جل کتاب افتتاح شد و بعدا کتبی اهداع شد و از کسانی که لازم هست از آنها نام برده بشه در اهداع کتاب یکی مرحوم رمزانی است که ایشون از ناشرین بسیار موجه تهران بودند و کتاب های زیادی به مسجد اعظم چه خطی و چه چاپی اهداع کردند مرحوم آیت الله دانش آشتیانی در سال 75 که مسائلی در مورد مسجد پیش آمد و ایشان هم توان مدیریت رو به علت کهولت سن نداشتند از شورای عالی حوزه علمیه اون زمان درخواست کردند که آیت الله استادی این مهم رو بر عهده بگیرند و حضرت آیت الله آی استادی هم حقا تلاش زیادی در خدمات رسانی بهتر کتابخانه در فهرست کردن کتابها، در نحوه عرضه کتاب در چینش کتابها، در همه زمینه ها در کتابخانه به عمل آوردن و از این جهت حق بزرگی برگردن این کتابخانه دارند این کتابخانه امروز به حمد الله در سطح بالایی میتواند خدماترسانی رسانی برای حوزه مقدسه داشته باشه ولی جای کتابخانه محدود بود با توجه به ظرفیتی که کتابخانه برای ده هزار جل کتاب در حین افتتاح داشت در اون ایام تعداد کتاب ها از هشتاد هزار گذشته بود بنابراین اقتضا می کرد که نسبت به محل کتابخانه فکری بشه و این بود که به فکر ساختمان جدید افتادیم و این ساختمان جدید به حبد الله ولو یک قدری به اصطلاح طول کشید اما اختلالی در کار خدمات رسانی کتابخانه ایجاد نکرد مسئولین محترم مدرسه فیزیه جایی را در مدرسه به کتابخانه اختصاص دادند که آقایان فضلا و اساتید مثل گذشته می توانستند آنها مراجعه کنند به کتابخانه و هم از بخش محققین و هم قسمت عمومی استفاده کنند و ساختمان جدید خصوصیاتی در نظر گرفته شده قبلا جای کتاب های چاپی و خطی مخلوط بود و این از لحاظ ایمنی برای کتاب ها مسئله بود کتاب های چاپ سنگی که تعدادشون در کتابخانه خیلی زیاد هست در کنار کتاب های دیگر بود اینجا مخزنی بر اصول فنی در ساختمان جدید در نظر گرفته شده و سالن های متعددی برای مطالعه سالن محققین سالن عمومی و سالنی هم برای مراجعه خواهرانی که عمدتا این مراجعین از خود حوزه و از طلاب و فضلاء حوزه علمیه قب هستند البته استفاده از کتابخانه برای عموم آزاد است قسمت هایی برای صحافی کتاب برای خدمات رسانی بیشتر برای کسانی که به کتابخانه مراجعه میکنن از قبیل بوفه و امثال اینها فراهم شده سالن ها مساحت نسبتا خوبی داره متغیر هست بین 250 متر مربع تا 300 متر مربع و با اصول روز تجهیز شده و ما در اینجا از همتی که دولت محترم دولت نهم در این کار انجام داد و این کار رو به سمر رساند جدا تشکر میکنیم تعداد کتابهای کتاب های در حال حاضر کتاب های خطی بالای 6000 هزار کتاب هست یعنی تقریبا 6800 هزار کتاب خطی نسخه خطی در این کتابخانه موجود است که تعداد 625 کتاب از این مجموعه از جمله کتاب‌های کتابخانه اختصاصی مرحوم آیت الله بروجردی بود که اینها در سنوات اخیر به کتابخانه تقدیم شد کتابهای چاپی از مرز 80000 می‌گذرد البته این کتابخانه یکی از خصوصیاتی که داره وجود نسخه هایی از نشریات و مجلات از زمان مشروطه به بعد است که نسخه های منحصر به فردی است کتاب های چاپی چاپ های سنگی قنای بالایی در این مجموعه داره و کتاب های خطی هم نسخ بسیار نادر و منحصر به فردی در این کتابخانه هست که اینها نه تنها میراس ملی بلکه میراسی برای شیعه محسوب میشه در سطح جهانی ما نمونه های بسیار خوبی از این مواریس اینجا داریم که انشالله امیدواریم در آینده هم به اینها اضافه بشه و این کتابخانه جایگاهی برای نگهداری این گنجینه پرارزش باشد لازم به ذکر هست که در سال 1375 که جناب آیت الله های استادی تصدی کتابخانه رو به عهده گرفتند مجموعه کتابخانه به عهده مدیریت حوزه قرار گرفت و مدیریت حوزه هم در طول این مدت در اداره کتابخانه تلاش بسیار جدی و اساسی داشتند و به خصوص در این ایام که ساختمان کتابخانه ساختمان جدید شکل بگرفت از همکاری و تلاش بسیار خوب و صمیمانه مدیریت حوزه حضرت آیت الله آی مختدایی متصدیان مدرسه فیزیه به خصوص حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملکا که محبت و همکاری بسیار زیادی را در این امر با مجموعه کتابخانه داشتن ما شاهد بودیم که از همه آنها تشکر میکنیم ویژگی خاصی که این کتابخانه داره یکی قناع آثار خطی است که امروز هم ما برخورد می که محققینی از بین مجموعه کتابخانه های ایران به این کتابخانه برای بعضی از رسخ مراجعه می کنند که در سایر کتابخانه ها این نسخه ها موجود نیست. و بعد یک سری نشریات و کتب چاپی منحصر به فرد هم اینجا هست که خوشبختانه الان تمام کتاب های خطی عکس برداری شده و به صورت سی دی امکان این که در اختیار محققین قرار بگیره دارد و بسیاری از افراد کتاب شناس در همون زمانی که ما این کتاب ها رو عکسبرداری می کردیم. اصرار داشتن که بعضی از کتب چاپی هم مورد اکسپرداری واقع بشه به حساب اینکه بسیار نادر هست نسخه هاش این کتابخانه خب منتسب به مقام مرجعیت شیعه است طبیعتا در این که باید اوجی را در خدمات رسانی به حوزه بپیماید سخنی نیست برای این منظور و برای بنای بیشتر کتابخانه در سالهای اخیر تلاش شد که اولا ما در این مقام هستیم که کتابخانه به روز باشه البته بین این هدف و وضعیت موجود ما فاصله بسیاری وجود داره و امیدواریم شرایطش فراهم بشه مقدار زیادی کتاب تهیه شد در سنوات اخیر که مورد مراجعه روز آقایان فضلا و اساتید بود ولی کافی نیست ما باید امکان این رو داشته باشیم که در نمایشگاه های کتاب در سر تا سر دنیا شرکت کنیم و بتوانیم همه کتاب هایی که مربوط به موضوعات دین، فلسفه، اخلاق و از این قبیل موضوعات هست تاریخ و امثال اینها تهیه کنیم و در کتابخانه جا بدیم و باز مطلبی که مورد نظر هست امروز به حمد الله آرشیو نواری در کتابخانه دایر شده و بیش از چهل پنج هزار نوار در کتابخانه موجوده این نوارها شامل درس اساتید حوزه از دروس مقدمات تا دروس خارج هست در حدی که امکان به دست آوردنش برای ما بوده درس بسیاری از اعلام و بزرگان مراجع در این کتابخانه به صورت نوار وجود داره امیدواریم در آینده ما بتوانیم نوارهای بیشتری نه تنها صوتی بلکه تصویری هم از دوره های مختلف بحث های اعلام در فقه و اصول در کتابخانه داشته باشیم این هم از اهداف ماست یک هدف دیگر این که امیدواریم تجهیزاتی که مقداری فراهم شده و در آینده به طور اساسی فراهم بشه این امکان رو برای ما به وجود بیاورد که ما بتوانیم با کتابخانه‌های بزرگ دنیا مرتبط باشیم و این همکاری رو در رد و بدل کردن نسخه ها به خصوص نسخه های خطی داشته باشیم و کسانی که نسخه اعم از خطی و چاپی از هر کتابخانه در دنیا نیاز دارند بتوانند به این کتابخانه مراجعه کنند و از همین کتابخانه نسخه مورد نیاز خودشون رو ببینند و نسخه بردارند و ما هم امکان داشته باشیم که کتابهای خودمون رو در این سطح به کتابخانه های دیگر عرضه کنیم هنوز هم ما مسئله مشکل جا داریم البته امروز به همدلله تا حد زیادی رفت شده ولی برای آینده کتابخانه کافی نیست و چون بسچهت گنجایشه بیش از این مقدار رو برای کتابخانه نداره ما ناچاری بعضی از کتب رو در آینده بعضی از خدمات رو در هایی بیرون از مسجد و بیرون از کتابخانه ارائه کنیم ان امیدواریم خداوند توفیق بده که این کتابخانه همون جور که منظور نظر مرحوم آیت الله بروجردی بانی بزرگوار و با عظمت این مجموعه بوده یک مرکز بسیار اساسی برای خدمات رسانی در کار کتاب و کتابخانه در مجموعه این حوزه و حوزه ها و کلا دنیای شیعه و جامعه شیعه و دنیای اسلام باشه این امیدواری ماست و امیدواریم خداوند ان الله یاری کند همه ما را در رسیدن به این هدف و من در اینجا از مجموعه کتابخانه از جناب آقای رهنورد مدیریت محترم کتابخانه از همه عزیزانی که در طول این مدت از ابتدای تأسیس تا به امروز در این کتابخانه زحمت کشیدند کار کردند به خصوص به حجت الاسلام والمسلمین آقای آل اسحاق و جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حسنزاده جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدوی و همه عزیزانی که حالا اسمشون در خاطر من نیست از همه اونها سبیبانه سپاسگزاری و تشکر کنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات